با عرض سلام و خسته نباشید. یکی از سوالاتی که به طور مکرر پرسیده میشه و نگرانی عزیزانی هست که خصوصا برای جراحی های ترمیمی مراجعه کردن، خطر و آسیبیه که به پوست ممکنه که وارد بشه، تحت چیزی که تحت عنوان نکروز پوستی ازش یاد میشه یا سیاه شدن پوست. خب واقعا همینطور که نگرانی وجود داره، واقعا یکی از دغدغه های مهم در جراحی های ترمیمی آسیب به پوست هست، چرا که چسبندگی هایی که بین پوست و بافت زیرین ایجاد شده و اختلال خونرسانی که در جراحی اول ایجاد شده منجر به این میشه که در جراحی دوم این خونرسانی دچار اختلال بیشتری بشه، خون کافی به نسج پوست نرسه و لذا پوست دچار نکروز یا همون سیاه شدگی به طور عامیانه بشه. خب شاید مهمترین نکته ای که در پیشگیری از نکروز یا سیاه شدن پوست وجود داره، بلند کردن بسیار دقیق پوست و در پلن مناسب هست. خب به همین علت هم هست که معمولا عزیزانی که دستیارانی که پیش من هستند، رزیدنت های محترم، همیشه توصیه که بهشون میکنیم اینه که جراحی های ترمیمی رو در ابتدای کار دست نزنن، چون این لرنینگ کرو یا اون سطح آموزشی که در فرد ایجاد میشه به تدریج ایجاد میشه و باید در پلن درست با دقت بسیار زیاد کار بشه که این نکروز به حداقل و حداقل ممکنش برسه. بسیاری از افراد هستن که دچار نکروزهای پوستی شدن مراجعه میکنن. خب پلنهای درمانی چون بسیار متفاوته، بسته به اینکه چه زمانی ایجاد شده، آیا حاد هست، آیا مدمن هست، چه میزانی از سطح پوست آسیب دیده و تا چه لایه‌ای از پوست آسیب دیده، خب درمانهای متفاوتی وجود داره که معمولا بسیاری از این درمانها رو ما با همکاران متخصصین عزیز پوست انجام میدیم، بخشیش رو ما به عهده داریم و بخشیش در درمان نکروز پوستی بر عهده متخصصان پوست هست.